این هفته در کلیک، شروع به ترکون سال 2019 با خور و خواب و خشم و مشت زن. سال 2019 با نمایشگاه بین المللی CES در لاس وگاس آغاز شد، جایی که همه میان تا بزرگترین فناوری‌های تازه، ایده‌های جدید دیوانوار و حتی خرس‌های قطبی رو ببینن و هرچه که توجه ها رو به سوی خودش جلب کنه، چیزی که اصلاً ماهیت وگاسه. ولی همه اینها به چه معناست؟ سال میلادی پیش رو چطور خواهد بود؟ و مهمترین فناوری‌هایی که قرار دنبالش بریم چه چیزهایی هستن؟ امسال ما دنبال زمینه یا تم خاصی نبودیم، یعنی نگشتیم ببینیم چه موضوعی داغ شده تا درباره همون موضوع براتون گزارش تهیه کنیم. تورمون رو پرت کردیم در دریاچه CES تا ببینیم چه ماهی هایی درشت و ریز نصیبمون میشه. این شما و این نمایشگاه امسال. خب از محصولات بزرگ این نمایشگاه شروع کنیم، یعنی تلویزیون ها. فناوری بزرگ نمایشگر در اینجا اولده و LG Display تنها شرکتیه که نمایشگرهای بزرگ اولد میسازه. فناوری که چندین قابلیت داره، میتونه قوس برداره، میتونه واقعا سیاهش سیاه باشه یا حتی شفاف باشه، میتونه بسیار نازک و البته میتونه با کیفیت 8K باشه، یعنی 4 برابر وضوح بیشتر از 4K. سادگی ساختار اولد این اجازه رو میده که چیزایی به نام اکسایتر رو بشه به پشت این نمایشگر چسبوند. بسیار بسیار این اکسایترها نازک هستند و 5 تا از اونها در نقاط مختلف این نمایشگر هست که باعث میشه کل نمایشگر تبدیل بشه به یک بلندگو. و باید بگم وقتی که صدا ازش در میاد و من الان دارم میشنوم، انگار از نقاط مختلف این نمایشگر خارج میشه. و سرانجام امسال موفق شدیم احتمالاً جالب‌ترین کارایی اولد رو در عمل ببینیم، قابلیت انعطاف که بعداً میریم سراغش. این ویژن چکه، محصول IQ، شرکتی که این وسیله رو برای این تولید کرده که هر کسی بتونه تو خونه خودش آزمایش بینایی چشم رو انجام بده. این دستگاه به اپی متصله که روی گوشی هوشمند نصب میشه. تنها کاری که باید بکنید اینه که اول با یک چشم نگاه کنید، بعد با دکمه‌های بالای دستگاه طوری کار میکنید که دو مستطیل رنگی که میبینید رو روی هم بندازید. بعد اون لحظه رو با دکمه دیگری ثبت میکنید. همین کار رو برای هر دو چشم چند بار تکرار میکنید. اگه نیاز باشه از روی شماره‌ای که برای چشمتون تجویز شده میتونید به صورت آنلاین عینک سفارش بدید. سال نو، شروع نو. سراسر این لباس پر از حسگرهاییه که دقیقاً حرکات من رو کاملاً بررسی میکنن و میبینن که آیا من دارم اونا رو درست انجام میدم یا نه، و اگر درست انجام ندم به هم میگن و بعضی وقتا آبروی من رو هم میبرن. یک سری شتاب سنج، جیروسکوپ یا چرخش نما و قطب نمای الکترونیکی داخل لباس ریس فیت جاساز شدند که کارهایی رو که انجام میدم و چطوری انجام میدم رو اندازه گیری میکنند تا به کمک یک اپ تنبیهم کنند. باید به طور بی سیم شارژش کنید، اما خوشبختانه میشه توی ماشین لباس شویی شستش. یه چیز دیگه که نمیتونیم نادیده بگیریم، خودروهای خودران هستند. ما تا داشتن ماشین‌های خودران کامل روی جاده‌ها فاصله زیادی داریم، اما اینجا نمونه‌ای برای آزمایش هست که به کمک یک اپ میشه یک خودروی نسبتاً بدون راننده رو عقب عقب از پارکینگ بیرون کشید و در مکان سوار کردنی که از پیش براش برنامه‌ریزی شده متوقفش کرد.
شما باید یک بار مسیر رو خودتون رانندگی کنید تا خود رو یادش بگیره، اما خودش این توانایی رو داره که برای جلوگیری از برخورد با اشیا و انسان از مسیر تعیین شده منحرف بشه. آودی با ایده ای اومده که قراره ما رو در حین ماشین سواری و در صندلی پشتی ماشین سرگرم کنه. این سامانه واقعیت مجازی با همکاری دیزنی ساخته شده که داده ها رو از حرکت واقعی خودرو میگیره و بررسی میکنه. خب وقتی راش میندازم واقعا حسش میکنم، چون خودرو داره حرکت میکنه. چیزی که ما ساختیم در واقع دسته کاملا جدیدی از محتواست، چون این اولین بار است که چیزی در خودرو به نحو احسن کار میکنه. دارم تو بازی شلیک میکنم، اطرافم رو نگاه میکنم، طبیعتاً مسیر حرکت منطبقه با حرکت خود رو. در واقع حس این رو ندارم که جهت حرکت رو خودم انتخاب میکنم، اما خیلی ملموس به نظر میاد. نمیدونم، اما ترکیب واقعیت مجازی و دور دور زدن توی پیست مسابقه حس و حال خوبی به هم نداد. اگه بگم حال تعو بهم نداده دروغ گفتم، ولی عیب نداره چون در نمایشگاه CES به مورد متفاوتی برخوردم. کار مشترکی از اینتل و وارنر برادرز که سرمون رو موقع استفاده از ماشین خودران گرم میکنه. او همینه. نمایشگرها یه جورایی خیلی نمایشی بالا میان. این خیلی آینده نگران است. بله. علاوه بر این یه تبلت ایمنی هم داره که وضعیت اطراف خودرو رو عین دنیای واقعی بهمون نشون میده. اینجا پر از چیزای فوق‌العاده و عجیبه. کلی چیزای با نمک و خرت و پرتایی که توجه آدم رو به سوی خودش جلب میکنه. هر سال شرکت‌های بزرگ و کوچیک فناوری به اینجا می‌ریزن تا محصولات جدیدشون رو به رخ بکشن، اما معمولاً جای سه قول فناوری خالیه. گوگل پارسال برخلاف معمول برای نخستین بار در این نمایشگاه شرکت کرد، اما امسال سنگ تموم گذاشت. چیزی که گوگل توی نمایشگاه ازش رو نمایی کرد حالت مترجم دستیار گوگل بود تا بتونه بین دو نفر واسطه ترجمه باشه. آمازون هم اکو اوتو رو به رخ کشید که الکسا رو روی اکثر خودروها در دسترس قرار میده. در این حال شاید اپل اینجا حضور نداشته باشه، اما صداش هست. We're thrilled to share a true first. Samsung customers in over 100 countries will be able to enjoy iTunes movies and TV shows. پیوند و ازدواج سامسونگ و اپل با توجه به گذشته پر از درگیریشون یه مقدار عجیبه، به خصوص که اپل دوست داره نرم افزارهاشو منحصر به خودش نگه داره. این نسخه آیتونز برای سامسونگ طراحی شده، اما شرکت‌های دیگه هم چیزی از اپل نصیب خواهند برد. منظور ایرپلی هست که روی برخی از تلویزیون‌های LG، سونی و ویزیو جا خوش می‌کنه. طبق معمول همه جا پر از تلویزیون های نورانی. سامسونگ از نمایشگر مایکرو LED خودش که توانایی ارائه وضوح بیشتر رنگ ها رو داره رو نمایی کرد. این نمایشگر از تعداد زیادی مایکرو LED کوچیک ساخته شده که هر کدوم میتونن به تنهایی هم روشن بشن، و امکان نمایش تصاویری با کنتراست بالا و تصاویر بسیار روشنتر رو فراهم کنن. و البته قطع است، پس خطات جدید میتونن بهش افزوده بشن تا اندازش تغییر کنه و تجربه متفاوتی از تماشای تصویر رو بهمون بده. مثلا اندازه این یکی شده 200 اینچ. اکثر این تلویزیون ها 8K هستند، اما محتویاتشون نه. اینجاست که هوش مصنوعی باید خودی نشون بده. تولید کنندگان در حال پیاده کردن هوش مصنوعی در تلویزیون ها هستند تا کیفیت محتوایی که قرار پخش بشه رو بالا ببرن. امسال در این سالن ها همه جا حرف از هوش مصنوعیه. برای اینکه همه چیز رو میشه با دستور صوتی رو انداخت، حتی توالت رو، هوش مصنوعی اکثر دستگاه ها رو هوشمند کرده. این بار من با یک حریف غیر معمولی طرفم. راستش من یک بوکسر حرفه‌ای نیستم و بیشتر آنباکسرم. گرفتید که چی میگم؟ اگرچه ربات باکسر در اکثر موارد از زیر مشت‌های من موفقانه فرار میکنه، اما به هم گاهی اجازه میده که یه ضربه‌ای هم بزنه.
به کمک حسگر مادون قرمزش حرکات من رو دنبال میکنه و تعداد واکنش‌هاش میتونه بر پایه توانایی حریف تنظیم بشه. اینکه در طول زمان این حریف چقدر خسته میشه، چند تا اشتباه مرتکب میشه و خلاصه بهش بخت مبارزه میده. حساسیت این ربات گذاشتن روی خیلی آسون و آماتور، نمیدونم چرا، من که حرفه‌ایم، اما اگه بخوان میشه این رو تنظیم کرد روی حساسیتی برای حرفه‌ای ها که هیچ کسی نتونه اونو بزنه. بله، حالا ضربه زدن غیر ممکنه، حتی در حرکت آهسته. این الکس تیل قهرمان ملی میان وزنه و کارش درست‌تر از منه. اون قراره با این دستگاه روی حالت ناک آوت بازی کنه و داره عالی پیش میره. باشگاه جانی تواکو در 70 سال گذشته در وگاس فعال بوده و مشهورترین مشت‌زن‌های جهان در اینجا مبارزه کردند. جورج فورمن، محمد علی کلی، مایک تایسون. و کسی چه میدونه، شاید الکس هم یک روزی در همین رده قرار بگیره. ازش خواستیم که یکی از چیزایی که برای اولین بار در CES به نمایش گذاشته شده رو امتحان کنه. چیزی که کمک میکنه مشکل بزرگی رو در ورزش‌ها و به ویژه در مشت‌زنی تشخیص بده. ضربه ناگهانی یا صدمه. آیسینگ از یک هدست یا سربند واقعیت مجازی استفاده میکنه تا ببینه چشمان الکس نقاط متحرک رو چطور دنبال میکنند. سامانش طوری که میتونه تشخیص بده ضربه مغزی اتفاق افتاده و لازمه بهش رسیدگی بشه یا نه. نتیجه در اینجا نشون میده که سمت چپ مغز الکس بهتر از قسمت راستش واکنش نشون میده. جای نگران نیست، اما چیزی که شاید نیاز به توجه داشته باشه. در حال حاضر تیم بسکتبال گلدن استیت واریورز در آمریکا ازش استفاده میکنه و سازندگان آیسینگ میگن که این سامانه میتونه کمک کنه تا علایم زوال عقل زودرس رو هم بشه باهاش تشخیص داد. اما حالا بریم سراغ یک الکس دیگه. او چیزی ساخته که از زخم و زیلی شدن پیشگیری کنه. البته نه در مشت‌زنی، بلکه در دوچرخه سواری. اگه یادتون باشه 2 سال پیش توی نمایشگاه CES یک جلیقه محافظ رو آزمایش کرده بودم. به نظر میاد که شرکت‌های دیگه هم به ایده مشابهی رسیدن. میدونیم که امروزه سر و گردن و قفسه سینه از نقاط اصلیه که در اثر یک حادثه ضربه میبینه. برای همین ما بی‌سیو رو طراحی کردیم، یک ایربگ یا کیسه هوا که از گردن و قفسه سینه و ستون فقرات محافظت میکنه. خب راه چاره چیه؟ همونطور که قبلا گفتیم، کیسه هوای فوری. حسگرها حرکات دوچرخه سوار رو دنبال میکنن تا اگه زاویه و سرعت سواری سر جاش نباشه، کیسه ها در یک چشم هم زدن پر از هوا بشن و یک لایه حفاظتی ایجاد بشه. در هفته ای که گذشت مفتخرم اعلام کنم که این عکس تخم مرغ رکورد بیشترین لایک اینستاگرام رو شکست. باید بگم که واقعا الهام بخشه. آژانس فضای چین برای اولین بار تصاویر گیاری رو منتشر کرد که روی کره ماه رشد کرد، اما بعدتر به علت سردی هوا مرد. همینطور یوتیوب اعلام کرد که تصمیم گرفته ویدیوی شوخی‌هایی رو که محتوای خشن دارند از روی این وبگاه حذف کنه. این تصمیم پس از اون اتخاذ شد که ظاهراً ویدیوهایی زیر نام چالش در مواردی منجر به جراحت و حتی مرگ شرکت کنندگان شدند. اما پیاده کردن این تصمیم در عمل آسون به نظر نمیرسه، چون منتقدان میگن تشخیص خطرناک بودن ویدیوها کار ساده‌ای نیست. شرکت ورزشی نایک از آخرین کفش هوشمند که خودش دور پا شلو سفت میشه رونمایی کرد. سفتی این کفش ورزشی $350 با یک اپ کنترل میشه. ولی اگه نگران این هستین که پاتون توش گیر کنه، نترسید. نایک میگه باتریش حداقل 10 روز طول میکشه که خالی بشه. فقط یادتون باشه که شارژر بی سیم کفشتون رو توی خونه جا نذارید. و در پایان نگاهم بندازیم به ربات‌های هتل هننا که دیگه از الان باید دنبال کار بگردن. هتل مشهور رباتیک ژاپن در چرخشی عجیب نیمی از 343 نیروی قدرتمند کاری رباتی خودش رو مرخص کرد.
ولاسیراپتور مسئول پذیرش هتل و تعداد زیادی از ربات‌های دستیار داخل اتاق‌های هتل کارشون رو از دست دادن. در کنار مشکلات تعمیر و نگهداری، ربات چوری نیمه‌های شب خورخور مهمون‌ها رو با سوال اشتباه می‌گرفت و بیدارشون می‌کرد. کلیک در سال 2015 و در مراسم افتتاحیه به این هتل سر زد و در همون زمان هم به رفتارهای عجیب این ربات‌ها اشاره کرد و ولاسیراپتور هم نمی‌خواست درست کار مهمون‌های خارجی رو راه بندازه. فناوری‌های مربوط به تندرستی همیشه بخش بزرگی از این نمایشگاه رو تشکیل میدن، اما امسال چند تا شرکت اومدن که خدمات رایگان تسکین درد و آرامش و از اینجور چیزها رو ارائه میدن. یکی از اونها اسمش هست هیپنو وی آر، چیزی که اونا بهش میگن هیپنوتیزم پزشکی. انتخابی که من کردم زیر دریا بود، مجموعی از تصاویر زیر دریا همراه با یک صدای خیلی گرم که من رو تشویق میکرد خودم رو رها کنم و به آرامش برسم. راستش من انقدر خسته بودم که اگه صدای نواختن ویولون با اره هم برام میذاشتند خوابم میبرد، چه برسه به صدای قلقل آب و سروش تشویق به خواب. واقعا یک همچین امکانی توی همچین شلوغی بعد از کلی کار حسابی میچسبه. من که دلم نمیخواد پاشم، اما خب مجبورم. این دوتا بطری رو رئیسم پر کرده، ظاهرشون که کاملا یکیه، اما بگم از باطنشون. یکیشو از آب آشامیدنی سالم پر کرده و اون یکی رو از آب استخری که این بغله و فکر نکنم توی چند ماه اخیر اون آب رو عوض کرده باشن. معنیش اینه اگر من یکی از این آبها رو بخورم احتمالا یه دو هفته میفتم توی خونه و نتیجهش اینه که برای هر دومون بد خواهد شد. اما آیا با تکنولوژی میشه کاری کرد که تشخیص داد کدوم یکیشون سالمه؟ این کار رو شرکت لیشتات انجام داده با این وسیله که شبیه جاسوسی چیه. اگه نزدیکش کنم به دونه دونه این بطری ها میتونه بهم بگه که کدومشون سالمه. روشن شدن چراغ قرمز به معنای آلودگی و روشن شدن چراغ آبی به معنای سلامت آبه. درصد آلودگی هم اپ نشون میده. کاری که میکنه در واقع اینه که تفاوت ها در فیلد الکتریکی بین آب سالم و آب آلوده رو اندازه‌گیری میکنه. این اسپری یا افشانه یک کرم ضد آفتاب معمولی نیست. بدنم و ریزقطره‌ها به طور الکتریکی باردار شدن تا یک روکش عالی روی پوستم بکشن. اینجا دارم جلوی یک دوربین ماورا و بنفش با دست کرم ضد آفتاب به صورتم میمالم. کرم ضد آفتاب نور ماورا و بنفش رو جذب میکنه و برای همین اینجا سیاه به نظر میاد. به کمکش میتونم بفهمم که همه جای صورت کرم مالیدم یا نه. حالا آیا افشانه باردار میتونه پوستم رو بهتر محافظت کنه؟ بذار ببینم چطور کار میکنه. دستگاه افشانه دو دکمه فلزی داره که وقتی فشارشون میدی به بدن بار الکتریکی منتقل میکنه. قطرات افشانده شده جذب پوست میشن، درست شبیه وقتی که یک بادکنک به خاطر الکتریسیته ساکن موهاتون رو جذب میکنه. سازندش واگنر یه شرکت آلمانیه که شهرتش به خاطر ساخت افشانه های صنعتیه و بیشتر توی کار رنگامیزی قطعات خودروست. این نمونه آزمایشی کرم ضد آفتاب فاکتور 6 و 10 رو میپاشه که توی تصاویر این دوربین زیاد تیره به نظر نمیاد. اما وقتی یقم رو پایین کشیدم و آستینم رو بالا زدم تعجب کردم، چون روکش ضد آفتاب ملایمی داشتم. این نمونه آزمایشی مشکلاتی داره که باید رفعش کنم. یکی از اونها اینه که بعد از مصرف اگر کسی رو لمس کنید بهش یه شوک وارد میکنید و دوم اینکه قرار نیست به صورتتون بمالینش. سازندش به من هشدار داد که ذرات حاوی برق ساکن به سراسر پوستم میچسبه و حتی به داخل بینی و گوش و چشم هم راه پیدا میکنه، حتی اگه چشماتون رو ببندید. البته تنها به کرم ضد آفتاب بسنده نشده. این شرکت در نظر داره که امکان پاشیدن روغن بدن رو هم فراهم کنه که در جای خودش بسیار مفیده، و یا امکان اسپری برونزه کردن که البته بسیار مهمه که یک دست روی بدن پاشیده بشه. چیزی که میبینید یک پریز برق هوشمنده. ایده اینه که دستگاهتون رو میتونید به کمک شارژ کنید و همین که باتری پر شد خودش رو خاموش میکنه. نه تنها از باتریتون حفاظت میکنه، بلکه کمک میکنه انرژی کمتری مصرف کنید. اگرچه در حال حاضر کاربرد اصلیش برای لپتاپ و گوشی همراه خواهد بود، اما سازندش امیدواره که در آینده مردم از این برای دوچرخه و خودروهای برقی هم استفاده کنند. این کلید برق هوشمند وقتی نصب شد نیازی به شارژ دوباره نداره.
با یک دکمه میتونید بلندگوی سونوس و چراغ‌های فیلیپس هیوتون رو روشن کنید. نیومو کلیک از فناوری انرژی هاروستینگ یا برداشت انرژی کمک میگیره که میتونه انرژی مورد نیازش رو از محیط پیرامونش استخراج کنه و به دست بیاره. اما برای اون عده که علاقه زیادی به راحتی دارن، این شارژر فرستنده مادون قرمز میتونه به درد بخوره. یک سیگنال نور به گیرنده وای شارژ میره که میتونه در قالب یک افزونه قابل اتصال به دستگاه باشه یا به عنوان جزی از دستگاه در داخلش طراحی بشه. در این حال وقتی بهش نیاز نیست خودش رو خاموش میکنه. حالا که به CES میریم باید حتما به یوریکا پارک هم سر بزنیم، جایی که ایده های خیلی خیلی تازه در حال شکل گیریه، مثل این یکی. این صفحه کلید که اسمش هست میمیو با صفحه کلید های دیگه یک تفاوت عمده داره و اون اینه که نوشته ها و کاراکتر ها و حروف روی این دکمه ها رو میشه عوضش کرد. نیمیو به کاربر امکان میده 81 کلیدش رو به لطف جوهر الکترونیکیش هر جور که میخواد تنظیم کنه. کاربر میتونه به کمک نرم افزار آیکون برنامه‌ها یا سایت‌های مختلف رو به عنوان میانبر روش بگذاره یا میانبرهای مختلف برنامه‌ای مثل فتوشاپ رو روش نصب کنه. نیمیو با هر نوع لیوت یا چینش، زبان یا شکلک سازگاره و حتی میشه نویس‌ها و اشکال دست‌ساز هم روش نصب کرد. با بلوتوث به هر نوع دستگاهی از جمله کامپیوتر، تلفن، تلویزیون وصل میشه و با دو دکمه میشه بین صفحه کلیدهای مختلفش جابجا شد. نسخه فعلی یکم کت و کلفته و خیلی ظرافت نداره که حتما در نسخه بعدی بهتر خواهد شد. افزودن بازخورد لمسی هم میتونه این صفحه کلید رو برای گیمرها جذاب کنه. این دستگاه قراره تابستون به بازار بیاد و احتمالاً بین 300 تا 500 دلار هم قیمت خواهد داشت. اینجا هر نوع روبوتی که تصور کنید در حال جنون دادنه، از این ربات ژاپنی گرفته تا این ربات پیش خدمت فرانسوی به اسم فرش جفری که براتون نوشیدنی و تنقلات سرو میکنه. این یک ماشین ظرفشویی رومیزیه، نیازی به لوله کشی نداره. کافیه پر از آبش کنید، دکمه کنترل رو فشار بدید تا ظرفا رو بشوره. سقف ناهموارش باحاله، ولی مهمتر این که آب رو به میزان مساوی همه جا پخش میکنه تا ظروف به طور یک نواخت تمیز بشن. این دستگاه ظرفشویی رومیزی یک تفاوت عمده با ظرفشویی‌های دیگه داره و اونم در شیوه گرم کردن آب. شرکت هیت ورکس ادعا میکنه در نحوه گرم کردن آب یه نیمچه انقلابی کرده. به طور ساده به جای استفاده از المنت که دماش حداقل باید به 370 درجه برسه، با استفاده از الکترودهای گرافیتی ذرات معدنی درون آب رو به حرکت در میاره و آب رو دقیقاً به درجه حرارت مورد نظر میرسونه. به این شکل فقط خود آب به سرعت گرم میشه و از اتلاف بیهوده انرژی جلوگیری میشه. بریم سراغ مورد بعدی. یکم خمیر بازی رنگی برمیداریم، یه حیوانی غولی گولاخی چیزی میسازیم، بعد به کمک اپ کیولون اسکنش میکنیم. بعد از اون به کمک واقعیت افزوده به حرکت درش میاریم و از اینکه هیولا روی زمین به حرکت در میاد کیف میکنیم. بله، ما اینی میگه. قدم زدن توی این نمایشگاه حسابی آدم رو خسته میکنه. وقتی یه مقدار برم لم بدم. آخه حسی که الان دارم مثل خوابیدن تو نانوه. البته نانو یه مقدار تاب شدیدتره و ولی این از یه طرف به یه طرف دیگه به آرومی حرکت میکنه و انگار توی یک قایقی دراز کشیده باشه که روی سطح آب بدون موجی در حال تکون خوردنه. یه موتور در سطح زیر تشک نصب شده و اون رو این طرف و اون طرف هل میده. ایده این تخت در یک سفر دریایی به ذهن سازندش رسید. اون سعی کرده تا تجربه لذت بخش خوابیدن در کشتی رو روی خشکی عملی کنه. اما این سر و صدا نمیذاره من بخوابم. راه حل کویتان اسلیپر. دو تا ایر پلاگ که توی گوش میتونم بذارم، در دو حالت تنظیم میشه. میشه تو حالت شنیدن صدا گذاشت و توی حالت نویز کنسلیشن گذاشت. قرار نیست با این موزیک گوش بدم. قراره که صداهای محیط رو کاملا قطع کنم تا راحت بخوابم. در ضمن جعبش شارژش هم میکنه.
اینجا چون محیط خیلی شلوغه هنوز سر و صدا رو میشه شنید، ولی خب خیلی قابل تعامل تره و بیشتر به یک همهمه دور تبدیل شده. این ایرپلاگ با سامانه حذف صداهای مزاحم برای خوابیدن ساخته شده و هدفش بیشتر زوجهایی که خورخور یکی داره تیشه به ریشه رابطه‌شون میزنه. کاری که میکنه اینه که صداهای مزاحم رو در خودش خفه میکنه. خب به پایان یکی دیگه از برنامه‌های کلیک رسیدیم، این بار از نمایشگاه CS و از وگاس. از CS موارد دیگری هم داریم براتون که میتونید در برنامه‌های آینده به تدریج تماشا کنید، اما تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی میتونید ببینیدش. برنامه‌های قبلی ما اونجا در اختیارتون هست برای تماشا. اما اگه میخواید با ما در تماس باشید، برید فقط سراغ توییتر با شناسه @persianclick. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.